بعدم الان مدارس خواهد باز بشه، بچه ها بیان، کرونا بود آمدن القا کردن به ما که آقا این جوریه، خودشون مدرسهشون باز بود، همطور که الان القا کردن که آقا فرزند داره چی و این آب و تشکیل خانواده خودشون دارن، اینجور نیست. اما چیزی که به نمایش میذارن اونایی است که ندارن، که در اونجا اقلیت هستن. و بعدم بعضی وقتا خود ما هم خود تحریمی انجام میدیم، یه کارهای انجام میدیم. من دیدم در دیروز که اعلام کردیم مدارس باز باشه، شما اگر شاخص های کیفیت هوا رو، جهانی هوا رو ببینید که در سایت WAQI هست، یعنی World Air Quality Index، ما میبینیم کشورها کمتر از 300 تعطیل نمی کنه، اما برای ما بستن 150 شدیم هم داره کرونا. من مصاحبه رو هم سال نرزستم 97 گرفتم، مثلا چین رو، فرانسه رو من دیدم، مکزیک رو، خیلی از کشورها هستن و نگاه میکنیم شاخص های ما اصلا زیر 200 هم. یا اینکه یه باران میشه تعطیل میشه، برف میشه تعطیل میشه کم. ببینید ما برای آموزش پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران روزانه برای اون مدت مؤثرش رقمی تقریبا میشه که حدود 1000 میلیارد تومان هزینه میکنه. بحث 1000 میلیارد تومان نیست، بحث اینکه ارزش افزوده کار دانش آموزان، کار معلمین ما خیلی بیشتر از اینه. جامعه ما باید در معرض آموزش بعد آموزش پرورش مؤثر قرار بگیره، ولی زود لازم این کار رو منطقی پیش ببریم. بله ما هر زمانی که جان بچه‌هامون به خطر بیفته ما پیش قدم میشیم و باید هم باشیم. اما نه اینکه بر اساس جبر رسانه‌ای یا موارد این چنینی بیایم، نه رسانه‌ای که الحمدلله رسانه‌ای خود ما حامی هستن، جبر رسانه‌ای که دیگران درست میکنن. من این رو عرض کردم، نگاه کنید، یا شاخص‌های آلودگی پلوشن رو نگاه کنید، قشنگ تو سایت ها وجود داره، کشور ما روش متمرکز بشید بعد جستجو کنید قشنگ دیده میشه. خب ما خیلی وقتی این بحث رو داریم و به حمدالله خب خدای رئیس جمهور محبت دارن و هم در دوران کرونا هم اینجا و قرار انشاءالله اینها رو فعلا شاخص ها رو اگر بشه در جلسه آتی محترم دولت پیشنهاد بدیم به تعلیق در بیارن و اونجایی که لازمه و واقعا هم برای دانش آموزان خطر آفرینه اونجا تصمیم گرفته بشه، برای اینکه اون مناطق محدودی که هستن با رعایت ضوابطی که وجود داره و پروتکلایی که اعلام میکنن بحث آموزش پرورش رو یا تعلیم تربیت رو تداوم ببخشن و کار رو انجام بدن.